سلام به دوستای گلم و مثل همیشه به پیجمون خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم در مورد برای بچه های کنکور صحبت بکنیم و والدین گرامی. چرا؟ چون 30-40 روز دیگه کنکوره، تو دل هممون آشوبه، نمیدونیم باید چیکار بکنیم، این استرس ها همه تومون جمع شده. واسه همین میخوایم بیایم یه ترفند بزنیم، یه سری صحبت بکنیم که از نظر ذهنی و جسمی آماده بشیم واسه اون روز اصلی. حالا تا قبل از اینا وقتی بچه بودیم والدین گرامی نقش بسیار مهمی داشتن تو درس خوندنمون. چرا؟ چون میگفتن برو درستو بخون، بیا بعد ازت من بپرسم. وقتی میرفتیم میپرسیدیم یه اصراری داشتن که بگن بلد نیست. بلد نیست. ولی نمیخوای بلد باشم. بلدم. شما بلد نیستی. منم دارم میگم که تباین یعنی جدایی. بلد نیستی. آها اصلا من بلد نیستم. البته الان دیگه داستانا عوض شده، الان که دیگه داریم برای کنکور میخونیم نمیان ازمون درس بپرسن، ولی باز هم همین وسط کارامون که تو موبایلامون داریم بازی میکنیم یا یه کاری انجام میدیم یهو سرزده میان تو اتاق میگن داری درس میخونی؟ وای بابا پدرمون در اومد از بس درس جانمیستونم چه خبره؟ آقا عرفان یک سرت مثل قاس تو گوشیه، هرچی میتونی ساخت و تازه صبح شب وقت بی وقت. اما مهمترین چیز اینه که الان این 30-40 روز رو درست استفاده بکنیم، آماده بشیم و این استرس ها رو به راه خوب هدایت کنیم که ایشالله به هدفی که میخواییم برسیم. واسه همین رفتیم با برا بچه هایی که روزانه دارن با این بچه های کنکوری سر و کله میزنن، چه تو حرفه مشاوره چه تو حرفه تدریس، که ببینیم اونا به بچه هاشون چی میگن و چجوری اونا رو آماده میکنه واسه کنکور. پس بزن به بچه ها. به پیجمون خیلی خوش اومدید. سوال زیاد دارم، بریم سر معرفی. سلام، سینا راد هستم، مدرس درس زیست کنکور فارغ التحصیل دانشگاه تهران. سلام، بهزاد عصری هستم، مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی فارغ التحصیل دانشگاه مصنعت تهران. بچه ها مرسی از اینکه زمانتون امروز به ما دادید، میدونم دغدغه کاری زیاد دارین و کلاس پشت هم کلاس دارین. این آقای بهزاد عزیز رو که گیر آوردیم، سینا هم یه داستان دیگه براتون نگم چی کار با من کردم. بریم سر اولین سوالمون. واسه داستان اینه که الان بچه‌ها 30-40 روز مونده تا شروع کنکور، بچه‌ها خیلی استرس دارن و این که میگن الان ما باید چی کار بکنیم، برنامه‌ریزی درستمون، برنامه‌ریزی دقیقمون که این اتفاقایی که داره پیشم میاد و کرونا و اینا تأثیری نذاره به کنکورمون. نظر شماها چیه که تو این 30-40 روز بچه‌ها چی کار کنن؟ ببین به نظر من اولا اینکه تو این 30-40 روز خب فارغ از هر اتفاقی که تا الان افتاده بندازنش دور، خب تو این 30-40 روز بیان تمرکز رو بذارن رو سوالات کنکور 10 سال اخیر، اونایی هم که منطبق شده با نظام جدید، و لطفا مبحث جدیدی نخونن. اون من میگم همیشه به داوطلبم، به جای اینکه 100% مطالب و 50% بلد باشی، 50% مطالب و 100% بلد باشی. زنده باد. پس نتیجه گیری اینه که ما این مدت درس جدیدی نخونیم، درسای قدیمون رو تقویت کنیم. من برای بچه‌های رشته تجربی تو درس زیست نظرم اینه دکتر، اگه یه فصلایی رو نخوندن حرف به حساب سر جای خودش. توی درس من نمیتونیم یه مطالبی رو حذف کنیم. من به بچه میگم این مبحث رو بیشتر بخون، اون مبحث رو کمتر بخون. میام براش تعیین میکنم اهمیت مباحث رو، با توجه به اهمیت مباحث خودش تصمیم میگیره که کدومو بیشتر بخونه کدومو کمتر بخونه. ما تو زیست نمیتونیم درسی رو حذف کنیم یا فصلی رو حذفش کنیم. قسمت بعدی که خیلی سوال میشه واسه این استرسه. بچه‌ها خیلی استرس دارن، خب این استرس رو یه جوری باید حذف کنن. این خیلی شعاریه که ما بگیم استرس رو بذارین کنار، فقط فوکس کنین رو درس خوندنتون. میگم چه توصیه‌ای هست واسه اینکه این استرس رو یک مقداری کمتر کنین؟ یکی ورزش، یکی تغذیه. خیلی مهمه که برای ورزش ما روزی نیم ساعت ما ورزش بکنیم. تحقیقات نشون داده که حرکت بدن یا فعالیت بدنی کمک میکنه که این حافظه کوتاه مدت ما تقویت بشه و چیزایی که خوندیم یادمون بمونه و بهتر تو مغزمون ثبت بشه. نکته دوم در جون تغذیه است، خیلی مهم. ما کلا 3 تا سورس انرژی داریم: 1 چربی، 2 شکر و سومی پروتئین. این توی دایت ما معمولا تو رژیم غذاییمون باید خیلی بالانس باشه. یکی از نکته‌های خیلی مهم اینه که مغز تنها سورس انرژی که استفاده میکنه شکر یا کربوهیدراته، چیزی که معمولا برای رژیم ما ازش استفاده نمیکنیم. خیلی مهمه که ما رژیممون رو خیلی بالانس بین تمام اینا نگهداریم و مهمتر از همینه که شکر رو به مغز برسونیم، چون تنها سورسی که مغز میتونه بگیره شکر رو بگیره و تبدیل به انرژی کنه. و برای همین توی آزمون‌ها و اینا همه
میگن یه دونه حالت شکلات یا حالت شیرینی آدم بخوره و این مدت برای همین بدن ما خیلی شیرینی میطلبه. اما از یه ور دیگه نباید خیلی زیادش هم بکنیم، مثل انرژی درینک، مواد انرژیزا، به خاطر اینکه وقتی اونا رو استفاده میکنیم شکر بدن میبره بالا و بعد از این مدت یهو انرژی و بدن ما رو میکشونه پایین و با سر ما رو احتمالاً میزنه زمین. برای همین خیلی مهمه که ما اینو بالانس داشته باشیم. در آخر رژیم غذایی رو اصلا توصیه نمیشه مدت رژیمی شروع نکنیم، برای فکر لاغری و چیزا نباشیم، یه رژیم کاملا متعادل داشته باشیم. یکی از چیزایی که خیلی توصیه میشه معمولا شبیه سازیه، برای اینکه هم استرس رو بیاره پایین، همین که ما رو آماده بکنه برای روز کنکورمون. حالا با بچه‌ها می‌خوایم صحبت کنیم که ببینیم شبیه سازی یعنی چی و چه کارایی میشه کرد. برای شبیه سازی بچه‌ها و کلا خانواده‌های عزیز، من نظرم اینه که توی ذهنتون باید شبیه سازی کنید. خود من رفتم روز قبل کنکور، محوطه‌ای که قرار بود کنکور بدم و دیدم، تو ذهن خودم چیدم که چطوری راه برم وارد سالن بشم. حتی اگه مراقبی که تو سالن هست کفشاش جوری بود که موقع حرکت به اصطلاح رفت تو مخت من بتونم هندلش کنم. شبیه سازی از نظر من یعنی این که تو ذهنت بردنتو بچینی. ذهن برنده خیلی خوبه، ولی راهکارم به نظر من بدیم به بچه‌ها بیشتر کمکشون میکنه. یکی این که آقا اگه قراره که مثلا رأس ساعت 7 صبح حوزه باشم، خونه هم داره این کار رو انجام میده، 6 صبح بلند شه. متوجه؟ طرف ما بهش میگیم آزمون بزن 8 صبح تا 12 و 10 دقیقه، 5 دقیقه به 8 بلند میشه. کنکور 5 دقیقه به 8 بلند نمیشه، کنکور 7 تو حوزه ای. میگیم دروس عمومی رو باید تو 75 دقیقه ای تموم کن، تمومش کن. طرف 12 میگه این سال ادبیات مونده بزا بزنمش، بعد پیش خودش درست تحصیل میکنه، بعد تو کنکور جواب نمیگیره. متوجه؟ اینا رو رعایت کنن بچه ها و حتما تو پاسخ برگ وارد بشه خیلی کمک میکنه. چون بچه هایی که امروز دارن میرن کنکور ممکنه بخواد این ماه در این شرایط به خاطر اوضاع کرونا مجبور بشن ماسک استفاده بکنن. برای همین خیلی توصیه میشه تو شبیه سازی که دارین انجام میدین ماسک رو بزنیم و با زدن ماسکمون عادت بکنیم که تو این چند ساعت رو ماسک رو صورتمون باشه و بتونه تنفسمون اون رو قشنگ هندل بکنه تا تاثیر رو امتحانمون نذاره. یادمون نره امسال یه سال استثنائیه، ولی در آینده شما نباید تأثیری بذاره. پس ماسک زدن این مقنعه سر کردن، این لباس پوشیدن باید یه چیز طبیعی برامون بشه، مخصوصا روز کنکور. چون کرونا اومده، چون من ماسک میزنم، نمیتونه تأثیر رو امتحان من بذاره. یکی از چیزهای دیگه که بچه خیلی مهمه، روز و شب قبل کنکوره که باید چی کار کرد. یه توصیه هایی که واسه اون روز میشه که کلن با روزهای دیگه متفاوته، برای اینکه باید آماده باشیم واسه فردای روز خیلی مهم. شما چه توصیه ای داریم واسه اون روز؟ اولا من میگم که تا زور داوطلب مثلا یه مروری داشته باشه رو قسمت های حفظی، بعدش تو رو خدا درس و کتاب بندازه کنار، بره کاری رو انجام بده که خسته میشه. مثلا میگم یه استخر رفتن، حالا شرایطش نیست، یه قدم زدن، یه کاری که باعث بشه این شب بتونه بخوابه. ما خواب قبل کنکور خیلی مسئله مهمیه، طرف از استرس به زور مثلا خوابش نمیبره، بعد سر جلسه خسته است. بهتی میگه شب قبل همه استرس من پندری میزنه، پندری میزنه. من با جنبه درسیش بگم، تو درس خودم و حالا درسایی که به درس من شباهتی دارن، من بچه‌ها توصیه میکنم یه سری برگه ها رو از قبل برای روز آخر تهیه کنن، اون برگه ها رو از صبح تا ظهر بخونن، نکته ها رو دوره کنن، کاری که خود منم انجام دادم، چون دقیقاً نکته های مشابه فردا به آزمون تکرار خواهد شد. لطفاً بچه‌ها به هم زنگ نزنن، نپرس ازش اینو خوندی اونو نخوندی، اینو رعایت کن. یکی نکته خیلی مهمم اینه که برای شب قبل بچه‌ها، من توصیه‌ام اینه که ما استرس داریم، به هر حال بدنمون تو این استرس نمیتونیم راحت خواب شاید راحتی داشته باشیم، خیلی رو میبرن به قرص‌های خواب شب قبل. اینو خیلی من توصیه میکنم هیچ نوع قرص خواب و آرام بخش شب قبل خورده نشه، به دلیل اینکه درست شما رو به خواب میبره، ولی عوارض این قرص اینه که شما رو فردا اصطلاحاً کسل میکنه و بدن شما رو شل میکنه، مخصوصا اگه بدن شما عادت نداشته باشه به همچین قرصایی. هیچ داروی خواهشم مصرف نشه.
یه نکته این داروهای آرام بخشی که گفتم، یه نکته دیگه این داروهای اصطلاحا استیمولنت ها که باعث میشن مغز فعال بکنه، مثل ادرال و اینا، که اصطلاحا اینا رو ابیوس میکنن و دارن سوء استفاده از این قرصا میکنن برای یادگیری بیشتر، به هیچ وجه توصیه نمیشه. عوارضی که این قرصا به بدن ما میده که ما رو بیدار نگه داره، که ما یادگیریمون بره بالا، میتونه صدمه های خیلی طولانی مدتی به ما بزنه که در آینده ما جواشو میبینیم. واقعا این کنکور ارزشی نداره که این بدن سالمو بزنیم اینجوری نابود کنیم، مثلا دکتر بشیم یا مهندس. رو افکار منفی میخوام بگم بود روانشناسی داستان ترس از شکست دیگه. دقیقاً. متوجه. و من همیشه به داوطلبان میگم لطفا اینو بچه ها خیلی خوب گوش کنن، شکست کلمه اولش شک. هر جا به خودت شک کردی اون سین و ته میچسبه به شک و میشه شکست. خواهشی که دارم به تواناییات، به اون کاری که تا الان انجام دادی، زحمتی که تا الان کشیدی، شک نکن، مطمئن باش بهترین اتفاق روز کنکور رخ میده. بچه یکی از سوالای خیلی مهم اینه که الان روز کنکوره، اون روز بالاخره رسید، خواب بلند میشم، همه دنیا رو دارم فوش میدم، آماده میشم برم سر کنکور، چیکار باید بکنم به نظرتون؟ من یه توصیه‌ای که دارم واسه بچه‌ها، خیلی از بچه‌ها میگن که ما زمانی که داریم وارد حوزه میشیم از همون لحظه ورود فکر میکنیم که نمیشه، حتما با یه قدرت ذهنی بالا وارد بشن که قراره برن همه سوالا رو، حالا اگه بخوام تیکه پاره کنن و بیام. حواسمون باشه غذای مناسب بخوریم، الان که خب باید ماسک رو ببریم، یکی دیگه از چیزها حواسمون باشه ماده های ضد عفونی کننده بزنیم که قبل از اینکه بشینیم سر کنکور دستمون رو ضد عفونی بکنیم، قشنگ میزمون رو تمیز بکنیم و بعد بشینیم سرش. تغذیه یادتون نره. بعد بچه‌ها حواسمون یه دیگه هم باشه، بعضی به جای اینکه آب ببرن و اینا سعی میکنن تو آخرین لحظه قهوه و نوشیدنی اینجوری بخورن. یه نکته ای که هستش، قهوه و این کافئین ها معمولا رو دستگاه گوارش تاثیر میذاره، برای همین تا میری سر امتحان میشینی میبینی دل رودت به هم ریخته، این استرس هم آردی رو دستگاه گوارش تاثیر میذاره. برای همین سعی کن هر روز یه قهوه میخوری یا چای میخوری اون یه دونه رو بخور که کافئین اندازه کافی تو بدنت باشه، اما بیش از حد نخور، یه غذای کاملا معقول و نرمال رو بخور. دکتر یه چیزم بگم، ممکنه سر جلسه بچه‌ها ناخودآگاه بر اساس استرس نتونن به یه سری سوالایی که حتی کار کردن پاسخ بدن. میخوام یه تکنیک یاد بدن اینجا. یه دقیقه خودت لطفاً چشاتو ببند، 7 ثانیه به یه کوه بلند برفی فکر کن. خب اوکیه، الان میتونی بیدار شی. چشاتو باز کن. الان بیدار شی. من گرفتی الان... بیدار. نه دکتر الان به چی فکر میکنی؟ به کوه دیگه. تمرکزم یه جا جمع شد. آره متوجه. هر جا یه لحظه فکر میکنن این سوال آشناس نمیتونم حلش کنم، سری ذهنو تخلیه. من با این کار میگم ذهنو تخلیه. 7 ثانیه به یک کوه بلند برفی فکر کن، تمرکزت یه جا جمع میشه، یا به چیزی فکر نمیکنی یا به همون کوه داری فکر میکنی. هر دو حالتش که رخ بده ذهن تخلیه شده، تمرکز برگشته کار انجام. بچه‌ها بریم سر سوال بعدیمون که یکی سوال خیلی مهمه، نقش والدین. والدین کلن یه چیزی که دارن اینی که از لطف و مهربانیشون هی میگن برو بشین درس بخون، چرا نخونی، چرا نشد، چرا شد. یکی از چیزاش اینه که والدین فقط فکر میکنن متاسفانه دکتر، مهندس و وکیل جامعه ما میخواد و مشاغل دیگر رو، خیلی ها حتی امروز به این روز شده و با این اینترنت و تکنولوژی و اینا همچنان شغلای دیگر رو نمیبینن و به اشتباه تو ذهن بچه‌هاشون یه سری چیزا رو میکنن. کلا نقش والدین نظر شما چیه؟ من با یه تجربه که داشتم یه صحبت خیلی کوتاه بکنم. هر سال تقریبا من شاگردایی دارم که یه تایمی از خونه فراری هستن، میرن خونه خاله ای دایی جایی، و به خاطر اینکه مادرشون پدرشون زور میکنه یا درس دوات بدید موبایلتو بده من فلان کن بیزار کن، ولی اینا میرن خونه خاله، حالا به کارهای خودشون میرسن و این محیط آرامش خونه رو از دست میدن. دانش آموز من حداقل 3-4 هفته رو به خاطر همین شرایط از دست داد. چرا؟ چون مامانش میگه خب چرا از اتاق اومده بیرون؟ چرا زیاد میری تو آشپزخونه؟ پس من با چیزی که تجربه کردم و دیدم به خانواده ها توصیه میکنم که بذارید بچه تو این 3-4 روز باقی مونده با آرامش تو فضای خونه حرکت کنه. خواهشی که من از اولیا دارم لطفاً مربی باشن. اگه فرزندم نتیجه نمیگیره من اولیام بیام خودم جستجو کنم.
چه اتفاقی افتاده؟ اصلا تونستم ارتباط مؤثر داشته باشم؟ یه مقوله خیلی مهمیه ها، ارتباط مؤثر اولیا با فرزند. چهار کلمه امروزه بچه ها با اولیاشون صحبت نمیتونن بکنن، چهار تا دونه کلمه، یعنی راجع به اهدافشون انقدر راحت نمیتونن صحبت بکنن. خواهشی که دارم تو این دوران مربی باشم، کنار بچه ها باشم، قطعا اتفاقای بی نظیری. کاش یاد بگیریم چه در نقش والدین، چه در نقش استاد، چه در نقش مشاور، هر کی به کار خودش برسه و اگر لازم بود با کسی مشورت کنیم، پدر مادر عزیز، خواهر برادر عزیز، چون شما رفتی این راه و نتیجه گرفتی، نمیتونی الان نقش مشاور باشی، نمیتونی الان نقش استاد باشی. بریم از متخصصش بپرسیم و از حرف اون استفاده بکنیم. بچه واقعا ممنونم از زمانتون، مرسی از این لطفی که کردین و اومدین با مشغله کاری به رسم صفمون. حرف آخر، داری منفی گرایی میکنی تو ذهنت، شک داری راجع به خودت، بقیه دارن میگن او این چقدر توانایی بالایی داشت، پس یادشون باشه فکرهای منفی فقط جاشون تو ذهنه، وارد عمل و زندگی ما نمیشه. پس به خودش شک نکن، بقیه دارن رو تو حساب میکنن، به خاطر خودت، خانوادت و همه کسایی که رو تو حساب کردن برو جلو، میبینم تو بالاترین جا خودت باش. مهمترین دیالوگی که میگم، خود همینی که هستی زیباست، جذاب، درجه یک و نابه. این 40 روز پایانی، 30 روز پایانی برای خوشحالی پدر و مادر، برای اون لبخند پدر و مادر، همه وجودتو بذار، مطمئن باش تو زندگی برمیگرده درجه یک. سعیتونو تا امروز بکنید، از خودتون راضی باشید. اگر از خودت راضی باشی، حتی اگر نتیجه هم نگیره، خودت میدونی که کاری که باید میکردی رو کردی یا نه. به فکر اون لحظه باش که برگر رو میدی میریش. ما همیشه تو صفحه‌مون یه شعار داریم، دوست دارم این بار شعارمون رو شما بگید. عزت با سلامتی، مهربون باش. واقعا باید مهربون باشیم بچه، یادمون نره استرس نگیریم، مثلا از خودمون دور کنیم، به فکر روزای قشنگ باشیم. امیدوارم این ویدیو رو هم دوست داشتین. تا ویدیوی دیگه، دم همتون بخیر.